سلام، من زهرا امیرابراهیمی هستم با بخش آخر برنامه ویژه تماشا به مناسبت 40 سالگی انقلاب. بالاخره رسیدیم به 10 فیلم آخر، یعنی 10 فیلمی که در نظرسنجی ما بیشترین رأی را آوردن. همونطور که در برنامه اول توضیح دادم، این فیلم ها رو 100 نفر از کسانی که دستی بر آتش سینما دارن انتخاب کردن. نمیدونم چقدر انتخابشون به انتخاب شما نزدیکه، ولی همین که چکیده ای از فیلم های به یاد موندنی بعد از انقلاب رو فراهم کرده باشه برای ما کافیه. و حالا 10 فیلم آخر. با یک محسن مخملباف دیگری مواجهیم. محسن مخملبافی که همیشه در فیلم ها شعار میداد بر علیه سینمای قبل از انقلاب و فیلمسازان قبل از انقلاب، در این فیلم میاد و با اون سینما آشتی میکنه. سوزنت رو بده. نه، تا کجا رفتی ننه؟ تهران. تهران جای قشنگی، اما سوراخ سوزناش تنگی. احسان ولی ارجاعهایی که میده به سینمای قبل از خودش و ارادتی که به این سینما داره و در این حال تاریخ ما رو در واقع به طنز گرفته. ناصرالدین شاه رابطه قدرت و هنره، رابطه انسان و هنره، رابطه سانسور و هنره. چاکر، حکایتی دارم مکتوب در باب یکی از مأمورین عدلیه که از رعیت خراج بی حساب گرفته و ملت از دست او به تنگ آمده. قبله ی عالم، این حکایت نظمیه را تضعیف می‌کند. کسی با اون بستر فکری حالا میاد و سانسور رو میبره زیر سوال. خب اینا به نظر من همه نوید در واقع ورود ما به یه جامعه متفاوت رو میده، نه فقط مواجهه با یک محسن مخمل باف متفاوت. راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟ کات، قبله ی عالم. این کات یعنی حرف نزن، خفش. یکی از بهترین تصاویر جنوب رو ارائه میده که من در هیچ فیلم ایرانی ندیده بودم. بر اساس یکی از داستانهای همینگوی هم نوشته شده. خیلی خوب این ایرانیزه شده و با مختصات جنوب ایران تطبیق داده شده. اینجا ایستگاه آخر تو تبیدگاه ها. ناخدا خورشید داستان مردیه که حاضر میشه چند نفر رو با لنجش به اون طرف آب ببره و درگیر ماجراهایی میشه که زندگیش رو زیر و رو میکنه. همه چیزش خوبه، بازیاش خوبه، پرداختش خوبه، میزانسنش خوبه، فیلم برداریش خوبه. خصوصا داروش ارجمند که اصلا با این فیلم به سینما معرفی شد به عنوان تئاتری سابقه دار و درخشید توی این فیلم. نکته مهم این بود که این ناخدا باید یک دست میداشت و با یک دست کاراش انجام میداد. منو زنم و سه تا دختر با همی یک دست نون میخوریم. اگه یه دفعه گیر چنگ شورتیا بیافتم، لابد نوبت ای یکی دستمه. ما میبینیم که زدن کبریت چه تشریفاتی داره. قوطی رو باید با کنی، فشار بدی، قوطی توش بیاد بیرون، بعد یه چوب ورداری، بعد بزنی. هر روزم این کارو میکردم. تمام مدت من کبریت میزدم به دستی و سیگار میدادم. کل اون فضا تو ذهن من مونده و رنگ آبی که همیشه حالا دیگه با اسم تقوایی با هم میان هر وقت بهش فکر میکنم. تقوایی در ناخدا خورشید اثرش رو مثل یه قالی بافته با جزئیات خیلی خوب و زیاد. اگر امروز بخوایم دانشجوها رو با اصول فیلمسازی، اصول فیلمنویسی آشنا کنیم، ناخدا خورشید به عنوان اثر کلاسیک ایرانی یکی از بهترین نمونه‌ها باشه. ای بمبکه خالی برگشته، انگار هیچ که توش نیست.
شاید بشه گفت اولین فیلمیه بعد از انقلاب که این چنین هیجان انگیزه، ولی تریلریه که آخرش هم مشخص نمیشه. کفشاش اینجاست. یک سری جوان 30 و اندی ساله رو داریم، به مسافرت میرن، همه چیزهایی که میگن به نظر بسیار بروز میاد، ولی وقتی که قرار است پای یک دختر تنها، دختری که نامزد دارد پیش بیاد، نگاه ها تغییر میکنه. تو چند وقت میشناسیش؟ خیلی وقت نیست. اون چیزی که فراد اینجا نشون میده در واقع بین مدرنیته و سنتی بودن این نسل از این قشر از جامعه ایران هستش. این پسره داره میاد. گفتی بچه‌ش این اصلا برادرش نیست، نامزدشه. مگه نامزد داره؟ یا علی واقعا توی سالهای اخیر توی بین بهترین بازیهای فیلمهای اجتماعی بوده که سالها بود من یه همچین چیزی رو ندیده بودم، یعنی توی این نوع سینمای ایرانی ندیده بودم، توی سینمای اجتماعی ایرانی. جایی که فرهادی اسمش مطرح شد در جهان با درباره الی بود. سپرده به من که براش زن پیدا کنم، گفتش که قصد ازدواج نداره. گفتم چرا؟ گفت نامزد داره 2 ساله، ولی یه مدتیه که میخواد به هم بزنه، دوستش نداشت دیگه، اذیتش میکرد. با اینکه سینمای اسخر فرهادی با عباس کیارستمی خیلی فرق میکنه، ولی از لحاظ موجی که در سینمای ایران راه انداختن بیشباهت نیستن. البته از موفقیت‌های بی‌نظیر اسخر فرهادی هنوز انقدر نگذشته که بتونیم تأثیرش رو روی سینمای ایران داوری کنیم. منو دوبار صدا میکنی، میگه آقای بدی، آقای بدی. اگه جواب تو دادم که یه چی دستم میگیری میام بیرون، اما اگه جواب تو ندادم. طعم گیلاس روایت پوچی و غنای توامان زندگی انسانه. مردی میخواد قرص بخوره و در گوری که برای خودش کنده بخوابه. دنبال کسی میگرده که روز بعد از خودکشی بیاد روش خاک بریزه. کیارستمی اولین کسی است که با این بداهت از ماشین و پلانایی که دوش میشه گرفت استفاده میکنه. رفته بودم خودکشی کنم، توت چیدم آوردم اینجا. آقا یه توت ما را نجات داد، یه توت ما را نجات داد. خیلی تأثیر برانگیزه و عشق آوره یه جورایی دیگه، که میگه که دیگه نمیخوای طلوع خورشید رو ببینی، آفتاب نمیخوای ببینی، سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوای ببینی، ماه دیگه نمیخوای این ستاره ها رو ببینی، شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوای ببینی، چشمت میخوای ببندی. موزیک آخر فیلم به نظر من یک شاهکاره. یک ربطی به مرگ داره، جدایی به کسی که فوت شده. این سکانس پایینی باعث شد تمام اون چیزایی که تو فیلم بود جذب بشه و نشست کنه روی روح و روان آدم. طعم گیلاس اولین و تنها فیلم سینمایی ایرانه که نخل طلای کنو برده. به افراد بگین همونجا اطراف درخت استراحت بکنن چند دقیقه، فیلم برداری تموم شد. این ضعف من از کجا میاد؟ از پدرم، مادرم، وطنم، از مهشید؟ ای مهشید. اتفاقا جالبی که هر کدوم از این بر بچه های مثلا همین دانشگاهی انترکتو اینا که این فیلمو میدن، همه به یه جور میگفتن این زندگی من و شما اومدی بچی این کاری کردی. یه سری آدم داریم تو ایران که بهش میگن هامون باز. همه دوچار این هامونیسم شدیم. فرانیان زویی، ابراهیم در آتش، نمیدونم داریوش شایگان. آخ ابراهیم در آتش. مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده ای غزل. یکی از بهترین تصویرسازی ها از روشن فکر ایرانی بود و هنوز هم هست، خصوصا در اون مقطع زمان. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم. یا امضا کن کرک بکن. الان که فیلمو نگاه میکنم میبینم که کی گفته که یه زن حق یه مرده و قراره که کتک بخوره؟ کی گفته که ما باید دلمون خنک شه اگر که یه زن داره در پیچیدگی‌های روانیش دنبال خودش میگرده، مرد باید بیاد و بزنه داغونش بکنه؟ ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم، ازدواجمون دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه. و
ولی فیلم یه روندی رو دنبال میکنه که ما فکر میکنیم مهشید حقش بوده. یه جمله داشتیم که موقعی که میخواد بزنتش میگفت لا کردم اگه بدونی چقدر دوست دارم. یک بار من یاد این افتادم که جمله اصلی فیلم رو نگفتم. حالا میترسیدم به داروش بگم ولی گفتم. این نگفتی من. فریاد زد که خانم پرتو اون جمله رو میگیریم. خانم پرتو گفتش که کدوم جمله؟ گفت لاکردار اگه بدونی چقدر هنوز دوست دارم. من این شجریان رو بردم. جدایی نادر از سیمین یکی از بهترین فیلم های سینما ایران، یکی از بهترین فیلم های اصغر فرهادی، از لحاظ قصه گویی، از لحاظ شخصیت پردازی، از لحاظ اون تویست ها و پیچ های داستانی که فرهادی خیلی دوست داره. حاضر بیای؟ نه خیر، من حاضر نیستم. چرا حاضر نیست حاج آقا؟ بگید چرا حاضر نیست. چرا خودت میدونی؟ نه نمیدونم. لطف کن یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر نیست. ایشون یه دلیل برد. فرهادی درد انسانی رو در ایران جهانی نشون میده. نشون میده که چطور ما همه انسان ها همه جای دنیا همین کثافتیم. من دارم میگم به امام زمان، من اگه از این درگاهی یه قدم هامو گذاشته باشم. خانم بیا برو بیرون. شما داری به من میگی بیا برو بیرون. من چیکار کردم؟ بیا برو بیرون. دست من نزن آقا. خیلی خوب دست نمیزنم. چیزی که من تحسین کردم در این فیلم آقای فرهادی این بود که کاراکتراش رو قضاوت نمیکنه و ما هم میبینیم که این کاراکترها دارن بیشتر زیر فشارهای اجتماعی دروغ میگن، اگر دروغ میگن. مثل همه فیلم های اصغر فرهادی از یک تکنیک بسیار بالا و یک ساخت بسیار خوب، پرداخت خوب، میزانسن خوب و بازی های فوق العاده برخورداره که اصلا باور کردنی نیست. من حرفی با شما ندارم آقا. من نه اصلا شما رو میشناسم نه شوهر اون خانم. اگه نمیشناسی برای چی بلند شدی اومدی دادگاه دروغ گفت؟ چه دروغ گفت؟ خودش میدونه چی گفته. خانم این فیلم به خاطر اسکاری که میگیره سینمای ایران رو به قبل خودش و بعد خودش تقسیم میکنه. اسمش خیلی زیباست. بازی اون بچه بسیار درخشانه و اون مسیری رو که این طی میکنه انگار این مسیری است که دائم من تو زندگیم دارم طی میکنم، حتی الان که بزرگ شدم. روایتی از دید یه بچه که باید یک دفتر مشق دوستش رو به اون برسونه، چون اگه میدونه اون دوستش اون دفتر رو نداشته باشه روز بعد تنبیه میشه. من اشتباهی برشتم. حواس تو کجا؟ آخه هر دو جوره هم بوده. فیلمیه که نقطه عطف تو تاریخ سینمای ایران و مهمتر از همه چیزی که نباید یادمون بره شروع بازی گرفتن از نابازیگرها در این سطح کلانه. در زمانی که این فیلم ساخته شد تنها تصویرهایی که از ایران میمد بیرون توسط رسانه‌های غربی تصویرهای خیلی خشک و خشنی بودن و الان که یه همچین فیلم پرلطافتی میمد کسی انتظار نداشت. این خانه دوستم که میدونی یکی از اولین فیلم‌های ایرانی بود که به جشنواره جهانی راه پیدا کرد در اواسط دهه 60. آقای احمدپور این که نعمت ساده شایش. خب 37 فیلم از 40 فیلم رو مرور کردیم، میرسیم به ستای آخر که فکر کنم کم و بیش معلومه کدوم فیلمان. چیزی که معلوم نیست ترتیبشونه. بعد از انقلاب ما با این آقای کیارستمی صحبت میکردیم، رفتیم این برها گفتیم آقا باید راجب چی فیلم ساخت؟ گفتن بچه و حیوان، این دوتا سیفه. سینما ایرون زد بیرون. الان ببینده سجیم چه اخه دازاره سشه سیشی ساسه دازا ایخه بخواب کنم رابی نوما بیه. من دونده رو رفتم آبادان بسازم، دیدم داره میسازه. تصمیم گرفتم هر طوری از اینه بسازم. من دونده رو در 11 شهر ساختم. این لوکیشن اصلا وجود نداره.
این فیلم نکوداشت جاییست که دیگر وجود ندارد، برای اینکه جنگ تمام اون قسمت رو سوزاند که دیگه ما چیزی از جنوبی که امیر نادری میشناخت و سعی کرد در این فیلم بازسازی بکنه رو نمیبینیم. دونده داستان تکاپوی مدام پسر بچه یه که رویای سفر داره، انگار میخواد کسی بشه، کار میکنه، درس میخونه، میجنگه و میدوه. امیرو گویی خود امیر نادریه. در دورانی که سینمای جنگ پررنگ ترین اتفاقات رو در سینمای ایران رقم میزد، امیر نادری تصمیم میگیره در جایی که مرکز جنگ هست، یعنی جنوب ایران، بره ولی فیلمی رو بسازه که اصلا اثری از جنگ درش نیست. نادری کسیه که خودش رو هیچ وقت به صنعت سینما وفق نداد، ولی برای تک تک کادرهای فیلمهاش مشخصه که خون جگر خورده که بتونه اون فیلم ها رو بسازه. باز میخوام این جمله رو میخوام به کار ببرم. چرسناله نداره. میخوای برو بگیرش. به نظر من نادری حتی اگر هیچ فیلم دیگری بعد از این در زندگیش نمیساخت و هیچ فیلم دیگری قبل از این هم نمیساخت، با این فیلم تو این فهرست و در همه فهرست‌های دیگه جا داشت. یه خود شاید درست نباشه بگم، ولی همه دنبال یه چیز دیگه بودن بعد از انقلاب. من دنبال بودم فقط هیچ نظری نداشته باشم، داکومنت خودم درست کنم برای آینده. از اول تا آخر تلاش نمیکنه که شما رو بخندونه، خنده داره. اجاره نشینای مهرجویی برای اولین بار در اون سینمای اخمالود و غمگینانه یک چهره شاده بود. راحت باش آقا، بخون دیگه. بازه شما بخون. چیم کل جونه دلم وای مو بیقرارم، چیم کل جونه دلم وای مو بیقرارم. اصلا معلوم نیست که یک روشنفکر عبوسی که دغدغه هامونو اینا داره چجوری میشه که یه همچین فیلم کمدی میسازه. اصلا اینا که میگن کمدی، من خوشم نمیاد. من کمدی ساز نبودم، مثلا فیلم کمدی نمیخوام بسازم. یه فیلم خیلی معنادار اگزیستانسیالیستیه، متعاد تو حوزه جفنگ و ابسورد اینا بود که اونم تازه از منطق درونی فیلم میمد بیرون. با یه شکا فرس کنی که خانم زیاد توی صحف خراب نمیشه. خب یه خونه گل مداریم بمانه اینجا، یه خونه بمانه اونجا. این تشت هم هداریم بفرم دینی آبچیکه. یک کاراکتر استعاری ساختمون مسکونی تقریبا در حال فروپاشی رو در فیلم داریم که خیلی از تماشاگرها رو به فکر خود ایران بعد از انقلاب مینداخت و اون جنگ قدرتی که در گرفته بود. تا قبل از انقلاب ما فیلمامون همش خیلی جدی، سوژه های خیلی تراژیک، نمیدونم پشتش یه دید انتقاد اجتماعی بود و یه به اصطلاح رسالت روشنفکرانه، برای اینکه ما اون موقع داشتیم اصطلاح از طبقه محروم و طبقه استثمار شده داشتیم دفاع میکردیم و الان اون طبقه اومدن حاکم شده بودن. تو کار به جای کسی که باید بند کنی خونه کلنگی عباسات سوپر بوش، تو اونو هلاپی بالا بکشی. به به بچه‌م زبون باز کرده. ما اراده کردیم این آقا جیگول نالوتی رو از اون زمین ورش داریم. زایدی این فیلم کنم به اجاره نشینا فیلم مهمی بوده و فیلم مهمی هم بمونه. اجاره نشین ها بهترین فیلم کمدی تاریخ سینما ایران. دوره جنگ بود. من فکر کردم چقدر خوب میشه که یه پسر جنوبی یک به یک شکلی از جنگ فرار میکنه، توی از شمار سر در میاره. این رو برای آقای بیضایی تعریف کردم، گفت توقیف میکنن. گفتم نمیکنن. پیامش صلح، عشق. یه دو آدمی که زبان همدیگر رو نمیفهمن با هم ارتباط برقرار میکنن ورای کلام. اون موش سولخ من چی کنی؟ قطع جایه؟
فکر میکنم خیلی چه عزیزان. برای من با شو غریبه کوچک تا حد زیادی با سوسن تسلیمی معنی پیدا میکنه. سوسن تسلیمی در این فیلم بقیده من مستحق دو جایزه اسکاره، نه یک جایزه اسکار. با نبض زمین انگار این زن در ارتباطه، این ارتباطو به باشو هم منتقل میکنه. برای من مثل برگشت به خونه بود. شالیزار آشنا بود، اون کلبه ها آشنا بودن. زبانیه که من تو کودکی با مادر بزرگم حرف می زدم. می اسمیسه نائی باشو. فیلمیست ضد نجات پرستی، فیلمیست ضد جنگ، فیلمیست با یک درد انسانی خیلی جلوتر از زمان خودش. در اینی که شعار نمیده و خیلی مهمه که همچین مفهومی رو بدونی که شعار بده بیان میکنه. و یکی از انسانی ترین صحنه‌های تاریخ سینما ایران وقتی که بازیگر فیلم شروع میکنه از رو کتاب خوندن. ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم. با چو غریبه کوچک نمیتونه یادم بیاد مگر که با یادم بیاد اون چه به سرش اومد. الان دیگه نیتی رو که در باشوه همه تشخیص میدن، ولی من نمیدونم چرا باید یه همچنین نیتی برای همه ما جهنم میشد. شاید باید تحسین کنم کسانی که موفق شدن جهنمی درست کنن زیر پای کسانی که با حسنیت و با عشق یه فیلمی ساختن برای ادای احترام به آوارگان جنگ. چرا این باید برای ما دوزخی میشد من نمیفهمم. به هر حال فیلم چهار سال و نیم توقیف بود و من اگر اتفاقا توی خیابون یک دوستی رو نمیدیدم، براهنی رو، رضا براهنی رو نمیدیدم که تصادفاً کتابش تازه از توقیف در اومده بود و اون تصادفاً یک کسی رو نمیشناخت که اون کتاب از توقیف در آورده بود و اون از من تصادفاً نمیپرسید که داری چه میکنی و من تصادفاً نمیگفتم که 3 تا فیلم بعد از انقلاب همه توقیفن و اون کنجکاو این موضوع نمیشد و نمی اومد صحبت نمی کردیم و نمی رفت به اون آقا نمی گفت و اون آقا پادرمیونی نمی کرد که اصلا فیلمو یک بار ببینن بعد از 4 سال و نیم ببینن و فکر کنن این چرا توقیفه خودشون. و اگر این فیلم موقع خودش نشون داده می شد شاید زندگی خیلی ها عوض می شد یا زندگی خیلی ها بدتر از اون که بود نمی شد لااقل. وقتی که در اومد دیگه من سالها بود اینجا بودم، شنیدم اینجا. من باشور اولین بار توی یه سینمایی توی استکهلم دیدم. اگر این فیلم اون موقع توقیف نشده بود و به موقع خودش نشون داده میشد، تأثیر اجتماعی بسیار زیادی داشت. زوال کجا بود؟ برای اینکه آدمای جنگ زده خیلی بودن تو جامعه. پیتو میگشتم. درک عمومی از به اصطلاح روابط انسانی بین یک آدم معمولی و یک آدم جنگ زده بیشتر میشد، امید میداد. دست بده. اگر حتی نشه باشو غریبه کوچک هم ساخت، پس دیگه چه کار میشه کرد؟ من اینا یادم میاد و البته فیلمو خیلی دوست دارم. فیلم همیشه روم تأثیر کرده و همیشه تأثیرش روی دیگران دیدم، ولی این هجوم اجازه نداده هیچ وقت اونجوری که باید بتونم خودم رو تفکیک کنم و دقیق و رو راست با فیلم روبروشم، با خود کار روبروشم. نمیدونم، شاید بهتر بود که برنامه رو همینجا به پایان میرسوندی، ولی عرف اینه که مجری خداحافظی کنه. برنامه رو با یک کلیپ کوتاه به پایان میبری، تقدیم به همه کسانی که در این 40 سال فیلم خوب ساختن. اونایی که هنوز هستن، اونایی که دیگه نیستن، اونایی که موندن، اونایی که رفتن. برای همه فیلمایی که ساختن و همه فیلم هایی که نتونستن بسازن.